داشتی خفم میکردی. نکشتمت که. برای نگه داشتن یه گرگ وحشی تنها راه بود. خود داشتی تیک پارشون میکردی. جفتشون ناقص میشدن. بالاخره یه روز این کارو میکنم. آه حتما. یه روز. ولی فعلا کارمون تموم نشده. باید مراقب باشی. حواست باشه که نفلت نکنن. تشنه به خونتن. یعنی برای کشتنت دارن له له میزنن. کم نیار پسر جان. بذار با هم بریم. چیزی نمونده. نقشه خوبیه. بی نقصترین نقشه انتقامه. آرزوی 30 ساله دوتاییمونه. کم نیار لا کردار. کم نیاوردم. اینو خودت بهتر از هر کسی میدونی. ولی تو هیچ آرزویی هم نمیخوام باهات شریک باشم. ما یه عهد بستیم با هم. پدر و پسری. تو پدر من نیستی. باشه باشه. پدر خونده و پسری. کاش لااقل پدر خوندم بودی. ولی من بزرگت کردم. باورت شده؟ من تو تمام بچگیم 2 بار بیشتر ندیدمت. خرجتو من دادم. حتی وقتی گرفتار بودم. بهتره کاملشو بگی. وقتایی که قاچاق میکردی و میفتدی زندون. نمک نشناسی مهران. همون روزی که دیدم و نکشتمت، همون دقیقه‌ای که مهرت به دلم افتاد، باید تو چشمات میخوندم که نمک نشناسی. فکر میکنی خرج نگهداریت کی به من ابتسام میداد؟ حالا که 30 و چند سالت شده، قوی شدی، بزرگ شدی، وهم برت داشته. زندگیت مدیون منی. این خودت خوب میدونی. دلم میخواد همیشه گرگ بمونی. یه دفعه ادای سگای خونگی در نیار. خانواده سالار از این بازی بذار بیرون جاسم. خانواده سالار معنی و مفهومش لیلا سالاره نه؟ هر کی طرف حساب ما فقط سالاره. 30 سال پیش همین آدم ثروت خانوادگی تو چپو کرد. پدرت کشت، مادرت کشت، هرچی بود برداشت و فلگه بست. تو هم حتما همون فرشته‌ای بودی که سر موقع رسیدی و نذاشی منو بکش. آره؟ نه ما فقط دیر رسیدیم. دیر رسیدیم. هر بار این مرد رو میبینم از مردونگی که حیرت میکنم. دیرم همش پیش خودم فکر میکنم ما داریم زیر پای کیو خالی میکنیم. احمق نشو پسر جان. من که به تو دروغ نمیگم. خرابش نکن. میدونی مرگت اینه که عاشق شدی. اونم عاشق دختر قاتل بابات. خجالت آوره دیگه. مواظب حرف زدنت باش. ما با هم یه عهدی بستیم پسر جان. انتقامت از این یارو میگیریم. ثروتشو به دست میاریم. خانواده‌اش نابود میکنیم. به خاک سیاه مینشونیمش. پس غیرتت کجا رفته؟ غیرتم جایی نرفته. چهره پدر و مادرم هنوز جلوی چشام. موقع 3 سالم بود اما اون دوتا صورت هر شب تو خوابمه تا همین الان. اما تا به کاری مطمئن نباشم جاسم انجامش نمیدم. الانم از اون روزی که گفتی پیداش کردی و باید بم بریم تهران کمتر مطمئنم. خیلی کمتر. سالار به هر کسی شبیه جزی قاتل فراری جاسم. ساده دلی مهران. پشت یه همه ظاهر مردونه یه بچه ساده نشسته که با یه دست نوازش راه میشه. خیلی خوب باشه. من ساده. چرا شما یه کاری نمی کنید که من مطمئن بشم؟ نه تو، نه اون دوتا رزل بی سر و پا.
نه اون یارو کله گنده تره. همش میترسم تموم راه و اشتباه اومده باشم. نه دیگه. برای تو که بد نشد. این راه میگم. به جاهای خوبی رسیدی. منظورت چیه؟ فکر کردی احمقم. داری خواب دامادی خانوادی سالاره میبینی نه؟ وقتی شنیدم تو دلم گفتم دست خوش پسر. تا کجا پیش رفته؟ حالا میشه همه کاری کرد. اما بعد ترسیدم. وقتی نیومدی بهم بگی که سالار دیدی و خبرش از یه جای دیگه شنیدم، فهمیدم که اوضاع خرابه. فهمیدم داره یه اتفاقایی میفته که یه آقای آرتیسته ما کینه و انتقامش یادش رفته. با من در نیفت. بهت رحم نمی کنم. حتی اگر پسرم باشه. الو، بله، اجازه بدین خانم. من اصولاً یه سوالی از شما دارم. شما عادت نداریم به موبایل آدم زنگ بزنید. اسمش روشه، خط شخصی. خانومی که هنوز اسم شما رو نمیدونم. اونی که قراره با حرفاتون تحت تأثیر قرارش بدین بنده نیستم. خانم بنده است. بعدشم به نظرتون با این حجم از معاشرت ما بهتر نیست خودمونو به هم معرفی بکنیم؟ کیه؟ کی به خط ثابت خونه ما زنگ میزنه؟ البته الان داریم به هم معرفی میشیم. خانم بنده فرهاد پوردلجو هستم. شما؟ آه. راحله یه؟ سالار. بده اون گوشی من. الو. سلام. من واقعا بابت رفتار فرهاد معذرت میخوام. تو کاری نکردی که معذرت بخوای؟ بعدم انقدر از ادبیات شوهرت برام گفتی که بدونم این مدل حرف زدنش کاملا معمولیه. با این مجلس معارفه‌ای هم که راه انداختی، خودتو باید برای یه بحث مفصل فرسایشی آماده کنی. ببین، الان میخوام روحیتو عوض کنم. مشتلق میخوام یه خبر خوب بهت بدم. اگه بگم پیداش کردی که میخواد ببینتت، چی میگی؟ کجایی؟ هستم، همینجام. فقط باورم نمیشه. کی؟ کجا؟ باشه، من همین فردا صبح میام پیشتون. 8 خوبه؟ نه، 9 بیا. خیلی خوب، باشه. من 9 اونجام. خیلی ممنون خانم سالار. خدافظ. شما قرار نیست یه چیزایی رو به من بگی؟ مثل اینکه الان داری چه غلطی میکنی؟ مثل اینکه سر و کله راهره سالار از کجا تو زندگی ما پیدا شده؟ مثل اینا؟ دارم به زندگیم سر و سامون میدم.
به زندگیمون. راحله خانومم داره کمکم میکنه. احیانا این سر و سامون دادن به زندگیت، به زندگیمون، ربطی به کامیار نداره که. همیشه باهوش بودی فرهاد. چرا؟ پیداش کرده، میخوام ببینمش. پس تبعاتش هم قبول میکنی؟ چیه؟ میخوای بیرونم کنی؟ از اون دوره زندگی باهات که آدم چندان خوبی نبودم، اینقدر پسنداز دارم که بتونم از خودم و پسرم مراقبت کنم. دزد کوچولوی من، همچین دهنتو پر میکنی، خالی میکنی، میگی پسرم، که هرکی ندونه فکر میکنه تو سمبول مهر مادری هستی. امیدوارم پسرت هم همینطوری بهت نگاه کنه. امیدوارم پسرت رغبت بکنه بهت بگه مامان. میگه من توی ماجرای کامیار هیچ تقصیری نداشتم، فقط ازت میترسیدم، همین. تو مثل اینکه دروغات باورت شده. من واسه چی اون بچه رو فرستادم خارج؟ واسه اینکه نمیخواستم زیر دست تو بار بیاد، به خاطر اون مهمونی های هر روزت، به خاطر اون بیزینس های احمقانت. نازنین، من و تو با هم توی یه زمین بازی میکردیم، توی یه تیم. باشه، قبول، من کشیدم کنار، میخوام آدم باشم. میتونی دستتو بده به من، با هم از این وضع بیایم بیرون. من که جای بدی نیستم، تو عوض شدی، تو رفتی زن دشمن منو برداشتی آوردی وسط زندگیم، باهاش ریختی رو هم. بابا من چقدر احمقم که نفهمیدم این راحله، راحله سالاره. ببین چه خریم. این ماجرا هیچ ربطی به کار تو و سالار نداره. چرا داره؟ از حالا دیگه داره. حالا که اون زنشو واسه جاسوسی فرستاده تو زندگی من، من چرا این کارو نکنم؟ رایلا، هیچ معلوم هست چی کار داری میکنی؟ سبزی خورد میکنم برای فردا. الانو نگفتم، داشتی تلفنی حرف میزدی، من همینجوری یه چیزایی شنیدم. تو هیچ وقت کارتو خونه نمیآوردی. این آدم کیه که انقدر واسات مهمه؟ یکی از مریضا، زن یه دوسته. حالا به موقعش برای تعریف میکنم. اتفاقا این سبزی خورد کردن بی موقع تو من بیشتر نگران میکنه. وقتی که بخوای یه چیزی از من قاطی میکنی، بیشتر منو میترسونی. خیره حسین جان، نترس. حسین خان سالار، شما هنوز بدجنس‌ترین آدم روی زمینی، البته فقط با منو. چرا باید عنوانی که واسش این همه سال زحمت کشیدم به همین راحتی از دست بدم؟ حسین چرا خوبی که هنوز می‌خندی. دلم برای خنده‌ها تنگ شده بود.
کنیش. باشو ببینم. باشو بشینیم بالا. به به. خوبی. دمون بریم. آروم بگو. من که نمیفهمم. من دارم این زبونو یاد میگیرم به خاطر تو. دارم با. تو خیلی شبیه بچگی منی. من تو دارم. شاید دیگه نبینم تا امیرعلی. برگر رو برام نوشتی؟ بله. راستی خیلی ممنون که خواهشم رو رد نکردین. حالا از وقتی در کنار دخترش خوشحال تری. ببینم اون خانوم، من اسمشون رو نمیدونم، از وقتی حال برگشت خونه ناراحت نشدن؟ شما در مورد من چه فکری کردین؟ یه دیو دو سر؟ نه اتفاقا وقتی ازتون خواستم که حال برگرده سر خونه زندگیش، عکس العملتون نشون داد که خودتونم تردید دارین. بعدم که بهش گفتین برگرده، فهمیدم خودتونم دلتون نمیاد این مادر و دختر از هم جدا بشن. ولی من هنوز سر حرفم هستم. یا باید رضایت بده به ازدواج دومم یا طلاق بگیره. مطمئنی این فقط به خاطر اینکه سر حرفت وایسی نیست؟ ببینم این حرفا رو به خود حالم زدی؟ یعنی گفتی راجبش چه نظری داری؟ کدوم زنیه که بعدش بیاد مردش انقدر تحسینش کنه؟ خیلی بهشون فکر کردم که ببینم چرا دوستش داشتم، ولی حالا دیگه این شکلی نیست. ولی زن تازه زندگیت هست. رفتی یکی رو پیدا کردی که تو رو یاد گذشته حاله بندازه. خب این شانس رو به خودش بده که شبیه گذشتش بشه. اون راه و اشتباه رفته. فکر میکنه تو اینی رو دوست داری که الان هست. ما آدم رو یاد نگرفتیم که حرفامونو به هم بزنیم، یاد نگرفتیم که انتظاراتمونو به هم بگیم. جواب سوال منو ندادی. زن تازه زندگیت وقتی فهمید حال برگشته چه عکس العملی نشون داد؟ دعوامو شد. هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش. مثل حاله ای که اصلا دوستش نداشتین. زنهای زندگیتون تو آینه شما صیقل میخورن و شکل میگیرن. چرا نمیخوای با حاله این زندگی رو دوباره بسازی؟ لاقل به خاطر اون دختر کوچولوی نازت. So
سلام. سلام. میشه با هم حرف بزنیم؟ بفرمایید. باز چی شده؟ یه چیزایی هست که شما باید بدونید، یعنی حقتونه که بدونید. این روزا بیشتر از هر وقت دیگه دوست ندارم بدونم. من تمام دیشب رو نخوابیدم، داشتم به این روزا فکر میکردم، به همه اتفاقایی که افتاد، تک تک لحظاتش. یه قطار سری و سیر تو فکرم رد میشد و من حتی نمیتونستم سرعتشون رو کم کنم. من نمیدونم شما دارید راجع به چی حرف میزنید. من دقیقا نمیدونم سعید به شما چی گفته یا خودتون به چه نتیجه ای رسیده بودید که به پدرتون زنگ زدید، اما من دیروز فکر کردم اون بحث مختوم است. نه، چون حق با شما بود، یعنی حق با سعید بود. من اون آدمی که وانمود کردم نیستم. همه اتفاقایی که افتاد برنامه ریزی شده نبود، اما تا یه جایش و یه وقتش من با نقشه بهتون نزدیک شدم، اما بعدش نه. الانم به خاطر همو اولش نمیتونم خودم رو ببخشم. گیجم کردین الان. معنی حرفا رو نمیفهمم. یعنی شما یه سری آدم اجیر کردین که تو خیابون منو بزنن؟ نه، یعنی نمیدونم. میدونم که شما هیچ وقت منو نمیبخشید، ولی من اومدم اینجا ازتون معذرت بخوام به خاطر همه چیز. آقای سمی، اینم به جاسم ربط داره؟
خانم سالار. سلام. سلام. فکر میکردم این وقت روز خیلی سرتون شلوغ باشه. قاعدتا خیلی شلوغه. من بی حوصله‌ام خیلی. هوای اتاق داشت خفم میکرد دیگه. چی شده دوباره مشکل جدیدی پیش اومده؟ اومدم از خود شما بشنوم. بالاخره یکی باید تصمیم بگیره حقیقت رو بگه. و من فکر میکردم اون یه نفر شما باشید. البته اگه کار شخصیتون با جاسم تموم شده باشه. من چرا باید با جاسم کار شخصی داشته باشم؟ خانم سالار، ما تعقیبتون میکردیم. از همه چیز خبر داریم. از دیدارتون توی پارک و از حضور یه نفر دیگه توی مدرسه که با جاسم ملاقات میکنه. سمی؟ فکر میکنم اسمش همین باشه. الان اینجاست؟ نه، همین چند دقیقه پیش از اینجا رفت. فکر نمیکنم دیگه برگرده. خانم سالار، وقتش نشده بهم بگید اون شب چرا جاسمو به من تحویل ندادید؟ من 27 سالمه جناب سرگرد. اون شب برای اولین بار از دهن اون آدم شنیدم که دختر خونده خونوادمه، نه دخترشون. این روزا همه زندگیم افتاده روی نمودار سینوسی. همه حسام قاطی شده با هر روز نگران پدریم که با یه رفتار تازه داره غافلگیرم میکنه. این تصمیمایی که دارم میگیرم نمیدونم چقدر به خاطر اینه که من دخترشم. نگران این همه شری هم که دورشو گرفته. بهش کمک کنید. من هر روز دارم شواهد و مدارک تازه‌ای پیدا میکنم که خود پدرتونو به این شر رو میچسبونه. و اگه این شواهد و مدارک رو درک نمیکنید معلومه که هنوز حس فرزندیتون رو حکم میکنه. راستی اگه این آقای سمی رو دیدید بهش بگید یه سری به من بزنه. دیروز یه ملاقات نه چندان دلچسب با جاسم داشته. میخوام بدونم بین اونا چی گذشته. خانم سالار. به نظر میرسه واقعا کاری نکرده. بله، همه چیز درست و مشخصه. فقط بکتوش یه احتمال دیگه میده. که چی؟ میگه توی اون روزایی که نبودن کسی نبوده که سرورها و شبکه رو بتونه تحت کنترل کامل داشته باشه، به خصوص بخش ارتباطات خارجی رو. نه، قطعا قرارداد امضا نشده. این یه رابطه دو طرفه است. خب سندش باید پیش امام شماره بخور و ثبت بشه. ولی به هر حال احتمال نگران کننده ایه. روزی که من از اتاق بیرون کرد منم بهش همینو گفتم. گفتم که اخراج واحدی و بکتاش لابد به خاطر لاپوشونی کاری که ما نباید ازش خبردار بشیم. اونم از کوره در رفت. هیچی دستمون نیست دولتیم. هیچی. اینا رو فعلا آرشیف کنیم. ولی بازم تحقیق کنیم. امضای نصف به علاوه یکی هیئت مدیره به نفع پور دلجوه. اونم صبح روز خونه نشینی من. لابد یه سودی واسه شون داشته. آه چقدر بده، چقدر بده. دیگه به چشمای خودم هم نمیتونم اعتماد کنم. باشه، بازم میگردیم. حسابای خودمونو چی؟ درآوردشون؟ اونا رو تا آخر وقت امروز بهت میدم. حسابای خودمونو میخوای برای چی؟
حالا شاید بخوام یه مدت اینجا رو بسپرم دست یکی دیگه. بعد از انتخابات و اون اتفاقات بعدش، آخه مگه میشه؟ خسته شدم سلطی، خسته شدم. شاید در نبود من دوباره آرامش برگرده اینجا. من تا قبل از رفتنم میخوام مطمئن بشم که در مورد این پسر اشتباه میکنم. دلم نمیخواد در نبودم این میز دوباره بیفته دست اون. خیلی خوب، ولی قبل از اینکه تصمیم نهایی تو بگیری لطفاً با هم حرف بزن. نمیدونم چی شده ولی با هم حرف بزنیم. باشه، حرف میزنیم، حرف میزنیم. فقط زودتر جواب اینا رو بهم برسون. باشه، حتما. آقا کجا؟ آقا با شما هم آقا یه دقیقه صبر. آقا بی اجازه اومدن تو. میشه با هم حرف بزنیم؟ بیا تو، بیا تو. بفرمید. چاقو رو جاسم از طرف من براتون فرستاده بود. اون آدمی که تمام این سالها به فکر گرفتن انتقام خون پدرش شب خوابید و صبح با همین فکر از خواب بیدار شد، من بودم. پس لیلا همینو فهمید که ازم خواست بهت اطمینان نکنم. نه نه، اون روز نه، ولی حالا یه چیزایی میدونه. یعنی خودم بهش گفتم. من کی بودم؟ من چی کار کردم؟ واقعا نمیدونید، یا شما هم مثل ما دارید بازی میکنید؟ بازی؟ چشاتون میگن راست میگین. از همون بار اولی که دیدمتون نگاهتون دودلم کرد. ترس انداخت تو وجودم که این آدم اون هیولایی که جاسم ساخته نیست. جاسم 3 ماه پیش از کویت اومد، گفت شما همون آدمی هستید که باعث مرگ خانوادم شدید. پیداتون کرده بود. منم راه افتادم اومدم تهران که راجبتون تحقیق کنم، راجب خودتون، دخترتون. دیدم زندگیتون رو توپ تکون نمیده. پس راست بود. این زندگی فقط میتونه سو ثروت خانواده من این همه با شکوه باشه. قرار شد هر کدوم با روش خودمون بهتون نزدیک بشیم. اون با شیوه خودش، من با شیوه خودم. ولی من پام سر خورد. تو با دخترم چی کار کردی؟ حرف بزن! با دخترم چی کار کردی؟ قسم میخورم از همون بار اولی که نزدیک باش حرف زدم از تمام مسیری که اومده بودم پشیمون شدم. من به جاسم گفتم که این یه کار مردون است، گفتم بعد خودمون حلش کنیم، ولی نتونستم از مدرسه و اون آدماش و اون همه اعتمادی که بهم شده بود دست بکشم. بین زمین و آسمون موندم. 2 ساعت پیشم رفتم پیش دخترتون و بهش گفتم من اونی نیستم که فکر میکنه. بعدم اومدم اینجا تا به شما بگم اطرافتون چی میگذره. نه فقط جاسم،
که خیلی هایی دیگه منتظرن زمین خوردنتون رو ببینن. خودتو چی؟ من دوست دارم بدونم ماجرا چی بوده، ولی دیگه نمیخوام این کینه یه کور مسیر زندگیمو تغییر بده. تو رو به اون خدا بگین جاسم راست میگه یا نه. نمیدونم، شاید باور نکنی ولی نمیدونم. این شک داره تمام زندگی منو نابود میکنه. من ازتون گذشتم، حتی اگه اونی که میگن باشین، امروز دیگه اون آدم قدیم نیستین. من خونتون رو به دخترتون میبخشم، چون اون بیدلیل تو این داستان اذیت شد. با جاسم حرف بزنید، چیزایی که اونا میخوان بهشون بدین. باور کنید خونوادتون از این میز و این دم و دستگاه مهمتره. پس حفظش کنید. صداش کردی؟ آره داره میاد. حسین چیزی شده؟ آخه از سر شب تا حالا مثل اسفند رو آتیشی. اتفاق تازه ای افتاده. میخوام این روزای سخت تموم شن. کارم داشتی؟ بیا بشین، بیا. من یه تصمیمی گرفتم که میخوام قبل از انجام دادن شما رو در جریان بذارم، هر دوتون. یه طوفانی اومد که همه چیه این زندگی رو به هم ریخت. من میخواستم تک تک اون چیزایی که افتاده بود و دوباره براشون گردونم سر جاش، اما نشد. حرف و حدیثایی اومد وسط که نباید. اذیت شدیم. شما دوتا بیشتر میدونید که من جونم واسه راحتی شما میدم. ولی همه چی به خطر افتاده. شاید به خاطر تاوان کاری که کردم مجموعه بانک دیگه نتونه کمر راست کنه. میخوام استعفا بدم. استعفا؟ میدونی تبعات تصمیم تا کجا میره؟ من الان فهمیدم که فقط با یه نفر طرف نیستم. اونا یه گروه هم. من نمیتونم جلوشون وایسم. اگه خودم باشم میتونم، اما وقتی اعتبار یه مجموعه وسطه، وقتی امنیت شما ها اومده وسط، نه همه لطمه میخورن. من به کسی باج نمیدم، اما نمیتونم با خودخواهی واسه گذشته که نمیدونم چی توش بوده همه چی رو با خودم بکشم پایین. الان فقط میدونم اگه بانک نباشه دیگه باج خواهی هم معنی نداره.
یعنی تسلیم. اسمای زیادی میشه روی تصمیم پدرت بذاری، تو چرا بدترینش رو انتخاب کردی؟ واسه اینکه همه انتخابای شما از خوشبینیتونه. همونطور که تو این همه سال هر وقت از فراموشی بابا پرسیدم برگشتیم گفتین یه خیری توشه، اینم نتیجهش. ولی من میخوام واقع‌بین باشم. این یعنی شما پذیرفتین همونی هستین که اونا میگن. درست حرف بزن. یعنی تسلیم شدین. باید باور کنم بهشونم باج نمیدین؟ یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ خودش بهم گفته همیشه حرف حقو بزنم، حتی اگه آزارم بده. دیگه دارم فکر میکنم همه این زندگیمون روی دروغ بنا شده. دروغ که خوبشه اگه روی خون بنا نشده باشه. دیگه هر چی از دهن در میاد داری میگی. این دختر منه؟ اجازه نمیدم با پدرت اینجوری حرف بزنی. پدرم؟ همش دارم به خودم میجنگم ماجرای قبلی رو حلش کنم. هی به خودم میگم پدر مادر واقعی بودن که من تو دامنشون بزرگ شدم. ولی اینو نمیتونم قبول کنم. چیو؟ اینکه تسلیم یه باشگیر عوضی شدیم. بعضی وقتا برای گرفتن حق باید سوال کرد. اینو قبلا هم بهت گفتم دخترم. آره ولی من ترجیح میدم وقت صلح و روز تسلیم عضو خانواده نباشم. نمیتونم ببینم یه آدمی که همه زندگیش دم از حقیقت و آزادگی زده اینجوری سرخم کرده. نمیتونم ببینم. بس دیگه. من دیگه توی خونه نمیمونم. فقط تو حرف همون بزرگی.